مرکز مطبوعات وزارت مدافعه ازبکستان در کانال رسمی این وزارت در شبکه تلگرام خبر داد که صبح بر وقت 22 اکتبر سال 2022 ساعت تقریبا 04:55 دقیقه به وقت محلی در یک انبار این وزارت در منطقه ملک ولایت سیردریا ترکش شده است. مرکز مطبوعات وزارت مدافعه ازبکستان گفت ترکش در انبار رخ داد که به شکل معاصر و جوابگوی طلبات امروزه و معیارهای دولتی ساخته شدند. بنا به اطلاع این نهاد تفتیش این قضیه و همچنین ارزیابی حجم ضرر رسانیده شده و رفع هر چه زودتر عاقبت‌های ترکش در جای حادثه شروع شده است. در اطلاع وزارت مدافع ازبکستان گفته می شود که بنا به معلومات مقدماتی از اهالی و حربیان کسی کشته و جدا زخمی نشده است. این نهاد تصدیق کرد که در نتیجه ترکش در قسم عربی برخی انشاءات یوری رسان ضرر دیده، تریزه های برخی خونه ها در برخی محله های اطراف قسم عربی شکستند. وزارت مدافع ازبکستان از مردم خواسته است که در رابطه با این حادثه تنها به معلومات مقامات رسمی تکیه کرده هر گونه معلومات تصدیق نشده را پهن نکنند. ولی ثبت های ویدیوی نشر کرده پایگاه خبری گزیت اوز نشان می دهد که بر اثر ترکش خونه ها و مغازه های اطراف هم ضرر دیدند. ترکش چنان سخت بود که تو در شهر بوملک امسویه سیردریا شیشه های تریزه های خونه ها و مغازه ها و بناهای دیگر شکسته فرو ریختند. در مکتب رقم 43 شهر سیردریا نیز شیشه های تریزه ها فرو ریخته، درهای بنا که با قفل و کلید محکم بودند خود به خود کشاده شدند. والدان به گزیت اوز گفتند که درس های روز شنبه بیکار کرده شدند. صدای ترکش را تو در نویه چینوز ولایت امسویه توشکند شنیدند. خبر میدن این پایگاه خبری ازبکستان این نشریه می افزود که در نتیجه این ترکش در سیردریا ده ها نفر را در بیمارستان بستری کردند. اکثر آنها بر اثر شکستن شیشه ها جراحت برداشتند، ولی وزارت تندرستی ازبکستان شماره زخمیان را 16 نفر گفت و نیز مثل وزارت مدافع خبر داد که بر اثر ترکش در سیردریا کسی جراحت جدی نبرداشته است و خوشبختانه کسی جان نباخته است.